سلام دوست عزیز، شما را در برنامه نوبل استیدیو خوش آمدید میگم. با من نور حیا. عزیزان دل، امروز یک هنرمند خیلی خوش صدا با استعداد جوان را با خود دارم. واقعا قلبا شکرگزار هستم از اینکه امروز اونا حاضر شدن و در برنامه ما تشریف آوردن. منصور جلال عزیز، خوش آمدین در برنامه و تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. اولتر از همه سلام بر شما و تمام بینندگان. خدا کنه هر کجایی که هستن ما را بیننده هستن خوش آرام باشن. قربانتان، سلامت باشین. واقعا خیلی جای خوشی است دوست، وقتی که آدم یک هنرمند قدر دوست می داشته باشه صدایشان و یک دم از یک مملکت بسیار دور در مملکت خود آدم یک دم پیدا میشه، آدم دیده میتونه، چانس میسر میشه، چقدر واقعا جای خوشی است، جای افتخار است و همیشه البته جای افتخار است بر ما که بسیار ماشاءالله در سن کم بسیار محبوبیت و شهرت قدر ماشاءالله آهنگ‌های زیبا همیشه کارهای بسیار زیبایی تر ما تقریب کردیم. شخصا خودم فهمیش تقریب کردیم. تشکر. قربانتان. سلامت باشم. عزیز منصوری عزیز، خبر شدیم که یک برنامه بسیار زیبا در پیش دارین و ما بی صبرانه منتظر بودم که شما را ببینم و در مورد برنامه تان بپرسم که چی سرپرایز دارین بر ما. خب ما وقتی که تازه در کانادا آمدم رسیدم، تصمیم ما از اول همی بود که علاقمندای ما خواستن که در اینجا هستن و عزیزای ما که هموطنای ما هستن، خواستم که یک کنسرت را اینجا برگزار کنم با همکاری تیم بسیار موفق و کمپانی به نام آرمان انترتینمنت که قرار است در 29 دسامبر امسال که شبای سال نو است و بی صبرانه ما منتظر عزیزای ما هستم که بخیر با هم یک جای تجلیل کنیم و کنسرت پیش ببریم. بخیر جشن بگیریم. یس ابسولوتلی، من مطمئن هستم که مقدر که من هیجان دارم دیگه دوستا دیگه فنایتان همچنان بی صبرانه منتظر هستن. خب منصوری عزیز، در پهلوی ای که قرار است آهنگ های خیلی زیبا که همیشه لذت بردیم، باز هم از آهنگ های زیبایتان لذت ببریم در کنسرت زیبایتان و به فکرم بعضی از چیزهای دیگه هم که ما نمیخوایم البته که زیاد در دیتیلز بریم به خاطر که سرپرایز باشه بهتر است، مگر یکی از چیزهایی را که ما خدا یک کم حق میتم در موردش گپ بزنم امی است که یکی از دوستای بسیار زیاد خوبم خاطره لکژری بوتیک یا KH لکژری بوتیک که از دوست خوبم از خاطره جان است، اونا یک فشن شو قرار است که داشته باشن در کنسرت و در پالی از او بعضی برنامه‌های دیگه هم است که ما میخواهیم اونا همش سرپرایز باشه و عزیزای ما از نزدیک بیان لذت ببرن، ببینن و کن جالبتر میباشه بدون شک و ای که شب و روز سال نو میباشه خود چی بهتر. خب ما بی صبرانه البته منتظر میباشیم، ما خودم و بدون شک همه فنایتان. خب منصوری عزیز، البته سوال ها زیاد است مگر من کوشش میکنم که سوال ها یک چند سوال را ازتون بپرسم که همیشه در ذهن ما بوده. ماشاءالله بسیار در ظرف مدت بسیار کوتاه بسیار شهرت و محبوبیت در بین مردم پیدا کردین. آیا منتلی یعنی آماده بودین برای قدر شهرت یا محبوبیت و همچنان محبوبیتی که دارین، یا یک ذره اگر براتون بعضی اوقات استرس فل می باشه، استراب می داشته باشین، مثلا در بیرون میرین مردم همه شما را میشناسند، یک روز میخواین تنها باشین؟ میخوام سوال است که زیادتر از ما پرسیده میشه، ولی خب از اگر ما در این مقام رسیدیم اولتر از همه شکرگزار خداوند هستم و بعدش از دعای پدر و مادر و فامیل است و سپورت فامیل است در قدم اول و خصوصا مردم عزیز ماست که مردم عزیز ما بود که ما در این مقام رسیدم. منصور جلال شد و زمانی که از ستاره افغان ما شروع کردم، شاید این سوال هم کنین بعدن، اما از اون روز من آماده ایت یک چیز نبودم اصلا براستیش که به حساب قدر شهرت و قدر محبت از مردم به دست بیارم. شهرت هم یک طرف میمونه، بله، اما محبت که مردم هنوز هم نشان میتن خوستن در اینجا هر جایی که باشه، واقعیت که من شکرگزار خداوند هستم. واقعا ماشاءالله شما ارزش دارین، چون همگی کوشش میکنن مگر کسی که زیادتر یعنی تپ تلاش میکنه و اون نتیجه میده و واقعا توسط مردم پذیرفته میشه. یکی خب ماشاءالله هنرمند عالی مثل یک بسیار دیر قبل نیست، یعنی زیادتر هنرمندا ماشاءالله زیاد شده، برایتی اونا زیاد دارن، مگر
صدای یعنی گوشای مردم آموخته شده ده صدا میفهمن زود میفهمن که کی بهتر میخونه دیگه ماشاءالله واقعا خیلی زیاد کار ساده نیست به همون دلیل من همیشه فکر میکردم با از شما سنتان هم نسبتا کم است و کمتر بود وقتی که آغاز کردن سو یک ذره دو وقت هم آدم بیشتر استرس می داشته باشه این چیزا. خب منصور عزیز وقتی در دنیای هنر موسیقی پا میگذاشتین چه قسم یعنی چی تو پیدا کردین در فامیل مشکل بود آیا فامیل خود را قناعت دادن یا امرایتان هم نظر بودن میخواستن که شما در دنیای موسیقی بروید؟ دقیقا فامیل هیچ نوع ممانعت بر من نشان ندادن در پالی از این که زیاد میخواستن که من موسیقی من پیش ببرم و بسیار سپورت زیاد هم میدیدم از خصوصا مادر جانم که از اون زمان طفلیت من میخواندم بسیار آهنگای هندی من زیادتر میخواندم و کسی را که زیاد ما گوش میکردم با آهنگایش عاطف اسلم بود خواننده که مشهور از همگی ما میشناسیم از اون زمان شوق علاقه موسیقی زیاد در قلبم جای گرفت و تا بالاخره که رسیدم به استیج موسیقی افغانستان ماشاءالله. خب همه ما در خاطرکی یک خواب خیال می داشته باشیم یا در جوانی مگر هر کس نمیتونه که مقدر واقعا خوش شانس باشه یا بتونه که هارد ورک نیم بعضی اوقات آدم تسلیم میشه و در پهلویش خب چی مشکلات را در امی جریان امی چند ساله که در هنر موسیقی رو آوردین با چه قسم مشکلات رو بارو شدن و در پهلویش چی یکی از بزرگترین مشکل هایی که فکر میکنین که یا چالش هایی که سر رایتان بوده؟ مشکلات دقیقاً که همه وقت می باشد وقتی که نیت یک چیز را آرزوی را می داشته باشی که به او برسی در زندگی تلاش مهم است پشت کار مهم است و گفتم نیت خود انسان مهم است ولی در راهش که مشکلات می آید یا ممانعت به وجود می آید اصلاً انسان باز دیگه در فکر از اونا نمیشه و قدر جدی نمیگیره و چیزا و انسان همیشه باید آماده هر چیز باشه در رایی را که میخواه با دست بیاره واقعا مخصوصا هنر موسیقی در افغانستان عزیز یا در بین ما افغانا در هر گوشه دنیا که هستیم همیشه یک مبارزه است تا جایی که دقیقا. و مخصوصا در زیادتر در بین اوناست در بین افغانها مگر واقعا چیزی ساده ای نیست و یک چیز دیگه را که قبلا میخواستم که امی که در مورد عاطف اسلم که آهنگایش دوست دارین مشنوین میخواستم از شما بپرسم که آیا کدام وقت در هندوستان زندگی کردین یا کدام یعنی ایندین میوزیک تیچر یا کدام کس داشتین که استاد موسیقیتان مثلا هندوستانی بوده باشه یک کسی به خاطر که ماشاءالله شما یعنی در پهلویی که زبان فارسی را خیلی زیاد زیبا زبان های ما را اجرا میکنین در پهلویش خیلی ماشاءالله هندوستانی را آهنگای هندوستانی را خیلی زیبا اجرا میکنین و زیاد صدایتان با ارجیت سینگ مشابهت داره شاید را بدون شک حتما قبلا هم شنیدین از دیگه مردم شکر بسیار زیاد و نه خیر ما تا حال هیچ استاد نداشتیم در راه موسیقی اما در آینده ما این تصمیم دارم که پیش یکی از بزرگای ما که شما میفهمید در موسیقی افغانستان خصوصا بزرگای هست که ما آرزو دارم که یک روز پیش از اونا درس موسیقی را بله شروع کنم. موسیقی واقعا چیزی است که یک it's a never ending thing همیشه آدم میآموزه همیشه ریاضت میداشته باشه و در مورد زبان هندوستانی که گفتم هندی را قدر مقبول نام خدا میخوانین یعنی که در هندوستان زندگی نکردین و کدام نه خیر واو بخاطر که اکثریت وقتا دوستان ما یک چیز مزیاد خودم بسیار زیاد حساس استم شاید شما همچنان که کسی که یک زبان میخوانه مثلا فارسی زبانای ما یا پشتون یا هر کسی که ما خودم ما مثلا بعضی اوقات که میخوانیم بسیار یک لهجه غلیظ فارسی در یا پشتو در آهنگای هندی می داشته باشه بله مگر شما بسیار زود ماشاءالله به خوبی امور اجرا میکنید خب
مشوریتون برای دیگه جوان ها چی است؟ کسایی که تازه میخواین مثلا در دنیای هنر موسیقی رو بیارن، و من میفهم که شما خودتان نام خدا تازه کار هستین، مگر دلیلی که از شما میپرسم ای است که چون you can relate، یعنی چون اکثرا همسنهای خودتان وقتی میباشه کسایی که در مقام یعنی سن بالاتر میباشه مقامشان فرق میداشته باشه. خب نظر ما و خصوصا جوانای ما که راه موسیقی را میخواهند پیش ببرند از شوق و علاقه که دارند، هیچ وقت تسلیم نشین. ایرا یکمه که پرچالش است. خب سهی پرچالش، ولی انشالله اراده تان قوی باشه میرسین به او چیزی که میخواهید. ماشاءالله مثل شما ها رول مدل دارن، چرا نه؟ شکر. واقعا و یک چیز دیگه را که البته من خودم میخواهم اضافه کنم ایست که دیشب همراه یکی از دوستای ما که یکی از هنرمنداست که خیلی زیاد خودم هم واقعا برشان زیاد احترام دارم، خود نامشان این شب نمیگم، باز یک روز دیگه میگم، با اونا گفتم که ما فردا همراه منصور جان برنامه دارم. اونا هم بسیار زیاد اول خوش شدن و چون اونا هم بسیار زیاد دوستان داره و در پهلویش ای که از طرف دوستم همچنان همراه ما هم نظر بود و ما هم همی بود که ماشاءالله طریقی که شما اینقدر امی دلیلی که نام خدا شما اینقدر پیش رفتین و اینقدر همه دوستتان داره به خاطر اینکه بسیار به پاکی پیش رفتین، یعنی بسیار به طریقی بسیار زیاد مثبت پیش رفتین. بعضی کسا زود مثلا در چیزهای نگاتیو یا منفی انوالو میشن، بعضی کسای دیگه اگرایی است که همو فوکس داشتن خیلی زیاد مهم است که آدم باز اوقات نمیتونه. نیت بسیار مهم است، نیت خیلی مهم است، هم به خود هم به دیگران. بله بله واقعا. و ماشاءالله یکی از در پهلویی که پشت کار دارین صدای بسیار زیاد ماشاءالله خوب دارین و همه چیز در پهلویش همی که نیت خوب دارین و پاک پیش رفتین و انشاءالله که همین قسم دوام بدین، همیش موفق میمونین و موفقیت های بیشتر تان. منصور جان عزیز، در ابرستاره و همچنان قبل از وقتی آهنگ ها را مخصوصا در ابرستاره البته وقتی آهنگ ها را انتخاب میکردین خیلی خیلی انتخاب عالی و بسیار زیاد آهنگ های زیبا را انتخاب میکردین و یکیش که من خودم بارها شنیدیم و دیدیم همیشه تماشا کردیم آهنگ گر جهان کوچه شود کوچه، چقدر آهنگ زیباست. و اینا را آیا خود شما انتخاب میکردین به دل خود یا کس دیگه همراهتان همکار می بودنیم؟ بسیار سوال خوب. در ابرستاره خصوصا آهنگایی را که من انتخاب میکردم با همکاری قزجان الفت که از اول برنامه تا آخر همراه من همکار بودن، بسیار عالی. در یک تیم بودیم و آریانا جان همچنان که اونا هم همکاری خود داشتن همراه من. کوشش میکردم آهنگای بسیار ناب و چی رقم بگیم سخت‌تر انتخاب کنم. بله من واقعا امیر متوجه شدم آهنگایی که شما اجرا میکردین کار ساده نبود، واقعا آهنگای ساده نبود. باشین و با اجازه خود هنرمندای عزیز ما که اونا را فقط‌تر خوانده بودن آهنگا و زیادترش از هنرمندای بسیار خوب ما هستن، بزرگوارای ما، که با اجازه از اونا انتخاب میشد در پارت میوزیک همراه مقز جان ارنجمنت یا را کمک میکردن و اجرا میکردم و قدر محبت که باز پس فیدبک از مردم میگرفتم اصلا باورم نمیشد. Even till now تا همی لحظه او آهنگ ها را هم اگه گوش میکنن و خصوصا آهنگ گل سوری، گر جهان، آهنگ های بشمار است ماشاءالله که واقعا و هر کدامیش قسمی که قبلا گفتیم هر کدامش قدر آهنگ های مشکل انتخاب بکنن و قیز جان هم اول خواه سلام احترام برشان تقدیم میکنم اگر برنامه رو میبینن، مگر بسیار زیاد مطمئن بودن که شما بسیار به خوبی اجرا میکنین، بدون شک خوب آهنگ های مشکل برتان انتخاب میکردن. خب دوستای عزیز، برنامه ما آیسته آیسته با پایان رسید و میخواییم یک پیام اخیر از اخیر در همین برنامه البته از منصور جان عزیز داشته باشیم و بعدا از حضور شما دوستان مرخص میشیم. تشکر بسیار زیاد از شما و از دعوت تان در این برنامه موفق. 29 دسامبر عزیزان منتظر تان هستم با تمام آمادگی های خاص و معلوماتش هم دوستای عزیز. بله شما میتونین که معلومات یا امو انفورمیشن دیتیلز را در مورد کنسرت از
سوشال میدیا از اکاونت های خودم همچنان شیر میکنم، با اشتراک میگذارم از طریق سوشال میدیای منصور جانی عزیز و همچنان از آرمان انترتینمنت. از تمام ایجاها پیدا کنین و ببینین که برنامه را مس نکنین دوست عزیز. وعده ما شما تاریخ 29 دسامبر.